چند روزی هست که وخامت حال علی خامنه‌ای در رسانه‌ها و سوشیال مدیا تیتر نخست اخبار شده است. یکی از این رسانه‌ها هفته نامه نیوزویک بود. این نشریه آمریکایی در روز 15 آذر این خبر را از سوی خبرنگاری به نام محمد ماجد الاهوازی منتشر نمود. متن منتشر شده از بیماری رهبر جمهوری اسلامی خبر داشت و اینکه قدرتش را به پسرش مجتبی خامنه‌ای منتقل نموده است. بعد از انتشار این خبر، ادی کوهن، خبرنگار اسرائیلی وابسته به موساد و صهیونیست و از یهودیان ضد ایرانی، از مرگ خامنه‌ای صحبت کرد، اما نسبت به این خبر اطمینان نداشت و نوشت این خبر تایید نشده است. در برخی از رسانه‌های عربی این خبر نیز این گونه منتشر شده است. تدهور صحت مرشد ایران یبرز اسم ابنه مشتبه. وصى انباء عن تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيراني علي خامنئي. قالت مصادر من داخل إيران إن خامنئي نقل جميع سلطاته إلى نجله مشتبه الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية عدة في البلاد. محمد ماجد الاهوازی در یک سری رشته توییت نوشته: منابع داخلی ایران از شب گذشته به وخامت حال علی خامنئی اشاره کردند و تأکید کردند که نزدیکان خامنه‌ای از وخامت حال او واقعاً ترسیدند. منابع ایرانی تأکید کردند که اداره چندین نهاد، اعم از اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی، به مجتبی خامنه‌ای سپرده شده است. همچنین خبر لغو ملاقات حسن روحانی در روز جمعه با علی خامنه‌ای دلیل دیگری از وخامت حال علی خامنه‌ای دارد. محمد ماجد نوشته: هنوز دلیل اصلی این بیماری مشخص نیست که سرطان پروستات عامل این وخامت حال بوده یا یک بیماری دیگر. اما از روز سه‌شنبه شرایط بیماری خامنه‌ای ظاهراً وارد فاز جدیدی گردیده، چون پزشکان متخصص از بیمارستان مسیح دانشوری برای ویزیت علی خامنه‌ای به درمانگاه تخصصی بیت خامنه‌ای اعزام شدند. از همین رو گمان بران است که خامنه‌ای دچار بیماری تنفسی و ریوی گردیده است، چون بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص بیماری‌های ریوی و تنفسی به صورت تخصصی پژوهش و فعالیت می‌کند. در واقع احتمال ابتلا به ویروس کرونا در علی خامنه‌ای زیاد است. برای رسیدن به واقعیت باید با مرور اخبار رسمی و غیر رسمی و خواندن بین خطوط تلاش نمود تا به واقعیت رسید. اما در این بین مهدی فضائلی از اعضای دفتر علی خامنه‌ای در واکنش به انتشار این اخبار اظهار داشت که به کوری چشم دشمنان و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه‌های خود طبق روال مشغول هستند. در واقع فضائلی با این توییت خواست اخبار بیماری حاد علی خامنه‌ای را تکذیب و افکار جامعه را منحرف نماید، در حالی که انتشار هر تکذیبیه‌ای از سوی هر یک از مقامات رسمی و یا غیر رسمی جمهوری اسلامی، یعنی وقوع آن اتفاق، قطعاً درست است. در همین حین شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر جلسه فوری هیئت رئیسه مجلس خفتگان رهبری را تکذیب نمود که این مهم نیست، از قانون درست بودن خبر به دلیل تکذیبیه مستثنا نمی باشد. اما توییت احمدرضا داوری از مشاوران و نزدیکان محمود احمدی نژاد با یک توییت که ظاهراً به اکبر گنجی حمله کرده بود مهر تایید زد بر تمام پیشبینی‌های قبلی در اجرای پروژه میثاق ولایت از سوی اطلاعات سپاه حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای. او در این باره نوشت: اکبر گنجی، سلیبریتی سیاسی گلوبالیستا، روزانه حداقل یک توییت
علیه آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و مسئله جانشینی احتمالی ایشان منتشر می کند. کسانی که بینش، منش و روش اکبر گنجی را می شناسند، حملات بیوقفه او را دلیلی محکم برای تشخیص یک انتخاب درست در مجلس خبرگان رهبری می دانند. احمد رضا داوری مقام مجتبی خامنه ای را مرجع تقلید دانست و آیت الله خواند و انتخاب او از سوی مجلس خفتگان رهبری را یک تشخیص درست نامید. تبادل این همه اطلاعات و اخبار از پشت و پس پرده به چه معناست؟ آیا واقعا انتقال قدرت به مجتبی خامنه ای رخ داده است؟ آیا شرایط برای اعلام مرگ دیکتاتور بزرگ در رژیم جمهوری اسلامی بعد از چندین سال مهیا شده است؟ آیا چراغ سبزها برای گذار از ولی فقیه روشن شده است؟ آیا گروه های مختلف در درون نظام از آینده خود در حراس هستند و به دنبال محکم کردن جای پای خود می باشند؟ بحث جایگزین شدن مجتبی خامنه‌ای سال هاست که دهان به دهان و رسانه به رسانه اعم از داخل و خارج در گردش و در چرخش است. اما غیر از افشای پروژه میثاق ولایت با انتشار نامه محمود احمدی نژاد به علمای دینی و اخطار از کشتن آنها برای قبول مرجعیت مجتبی خامنه‌ای توسط رستاخیز سیمرغ در اواخر سال 98، هیچ شخص و گروه یا رسانه‌ای به این موضوع با سند و مدرک مستند اشاره نکرده است. اما در سال 88 و اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی از مجتبی خامنه‌ای به عنوان کسی که در انتخابات مداخله نموده و عامل اصلی دستور سرکوب مردم و دامن زدن به تقلب بود نام برد و وی را متهم اصلی نامید. غیر از این موضوع در خصوص این فرزند فاسد و خوناشام علی خامنه‌ای که جایگاه او با شخصیت مرموز و ضد ایرانیش در هم آمیخته گردیده است، شخص دیگری سخنی نگفته است. امروز باید بدانیم شخصیت‌های مرموز پشت پرده در جمهوری اسلامی در حال اجرای کدام سناریو غیر از میثاق ولایت هستند. در اینجا به سخنان سعید زیبا کلام، استاد دانشگاه فلسفه، در خصوص مجلس خفتگان رهبری و انتخاب مجتبی خامنه‌ای گوش می‌کنیم. مدت ها ایست بنده به کمک تنی چند از عزیزانی مثل خود شما که کمک میکنن، دستیاری میکنن به بنده، گشتیم ببینیم که تو عرصه ایران تو رسانه ها، مطبوعات، نشریات چی راجع به رهبری میشه پیدا کرد. اظهارات دو نفر رو من تونستم پیدا کنم راجع به که راجع به مجلس خبرگان و تعیین رهبری خود با ما حرف بزنن. یکیشون آقای هاشمزاده هریسی هست که در خرداد 95 داره مصاحبه شرکت میکنه و بعد اینجوری صحبت میکنه. میفرمان مجلس خبرگان این آمادگی رو داره و مردم نگران نباشن. اگر خدای نکرده حادثه خاصی پیش بیاد که خداوند اون روز رو نیاورد، این آمادگی ها به طور محرمانه در خبرگان انجام شده و میشود. مصلحت هم همین است که این امور محرمانه کار شود و محرمانه بماند. چون این مسئله از محرمانه های درجه اول و اسرار نظام است. ملت هم همین را میخواهد. ملت هم همین محرمانگی را میخواهد. چه ملت شریف و ملت هم همین را میخواهد و راضی نیست که این امور علنی شد و همه بدانند. چون بنده به کمک تنی چند از عزیزانی مثل خود شما که کمک میکنن، دستیاری میکنن به بنده،
گشتیم ببینیم که تو عرصه ایران تو رسانه ها، مطبوعات، نشریات چی راجع به رهبری میشه پیدا کرد. اظهارات دو نفر رو من تونستم پیدا کنم راجع به که راجع به مجلس خبرگان و تعیین رهبری خود با ما حرف بزنن. یکیشون آقای هاشم هاشمزاده هریسی هست که در خرداد 95 داره مصاحبه شرکت میکنه و بعد اینجوری صحبت میکنه. میفرمان مجلس خبرگان این آمادگی رو داره و مردم نگران نباشن. اگر خدای نکرده حادثه خاصی پیش بیاد که خداوند اون روز رو نیاورد، این آمادگی ها به طور محرمانه در خبرگان انجام شده و می شود. مصلحت هم همین است که این امور محرمانه کار شود و محرمانه بماند، چون این مسئله از محرمانه های درجه اول و اسرار نظام است. ملت هم همین را می خواهد، ملت هم همین محرمانگی رو می خواهد. چه ملت شریف و ملت هم همین رو میخواهد و راضی نیست که این امور علنی شد و همه بدانند، چون شروع دیگه اصلا به هم میریزه همه چی. مردم باید همین جوری اینجوری بشینن تا اون روز که اون کار انجام میشه اصلا زمینه هیچی. فقط باید شما باید بپذیرید و باید اینجوری دهانتون رو ببندید. هم هیچ کاری دیگه قابل تصور دیگه نیست. ازشون سوال میشه اعضای کمیسیون 109. اعضای کمیسیون 109 از کمیسیونی هستش که اعضا رو، نامزدهای واجد صلاحیت رو شناسایی میکنه و راجع بهشون بحث و گفتگو میکنن. هم میگه که اصل اعضای کمیسیون 109 مجلس خبرگان چه کسانی هستن؟ میگه اعضای ثابتی نیستند. هر دو سال یک بار انتخابات مجدد کمیسیون و اعضای این کمیسیون نیز تغییر پیدا میکنه. بعد میگه خاطرتون هست که تاکنون، یعنی ظرف این سه دوره مثلا 30 اندی سال، چه کسانی از این کمیسیون بودن؟ نمیخواهم به این موضوع ورود کنم. این اسرار کلاهکای هسته‌ای ماست. خب حالا اون تو نمکار هیچی، تو نمک خوابید. لااقل این که خلا این کسایی که دارن بررسی ها میکنن کیان؟ مال دوره قبل لااقل بگو. نه نمیشه، این اسرار مملکت. این چه مملکتیه که اگه اسم اعضای کمیسیون 109 یا همین حال یا مال 100 دوره اعلام کنیم، این نظام جوری قش میکنه میاد. آقا اینا کی هم تو رو به حضرت عباس؟ اینا کی هم؟ حالا حجت الاسلام حضرت آیت الله سید احمد خاتمی 14 اسفند 95، مال مثلا 20 سال پیش نیستش، این مال اسفند 95، ایشون در یک صحبتی به گزارش ایلنا شون میگن که هیچ کس از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد. در قفل و کیپ و حتی، حالا اینو ببینید این خیلی بانمکه، حتی خود من از این موضوع خبر میخندیم. خندگان خدا چرا حالا خاموش کنیم شیم زار بزنیم؟ رهبریه جدی جدی دارن میخندن اینجا. شما چرا اینجوری هستیم تو این دانشگاه؟ خیلی حرف رهبر مملکت در روی کسایی. بعد اینا اسمشون، رسمشون، طول قدشون چی؟ حتی خود منم از این موضوع خبر ندارم. من که عضو مجلس خبرگان رهبریم، منم خبر ندارم. چی فکر میکنن آخه اینا؟ اینو فکر کنن آخه مثلا اینا کیر؟ اینا یه مش آره دیگه، اینا همه بریتیش اینتلیجنس و CIA و FBI و اینا همه اینجوری هم. حتی خود من به دنبال اون نرفتم که این مطلب محرمانه رو بدانم. اگر این دروغ باشه که وای وای، اگر راست باشه
که خاک بر سره.